بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 60مین جلسه ستاد ملی کرونا بود که به حمد الله در طول این مدت از یک سال و چند هفته گذشته به طور منظم ما جلسات ستاد رو بدون هیچ تعطیلی ادامه دادیم و داشتیم و در هر جلسه ای هم مصوبات داشتیم، باز برای هفته آینده هم که 23 اسفند هست و هفته بعدش که 30 اسفنده که البته همون روز هم روز تحویل سال هست، باز هم انشاءالله ما خواهیم داشت و امیدواریم که قدم به قدم به سمت کنترل و مهار این ویروس بریم. شرایط کشور، خب ما جایی که مراعات نمیشه باید بگیم و گله کنیم، جایی که همه مراعات میکنن باید تشکر بکنیم. من الان 3 هفته است به طور منظم دارم دقت میکنم در همه آمار و ارقام، جز حالا یه استان ما که دچار مشکل شده، اون هم با یک ویروس جهش یافته از طریق تردد برخی مسافران در کشور همسایه که خب حالا شرایط خاص داره. بقیه کشور، همه استانها انصافا خیلی خوب کار کردن، هم تیم پزشکی خوب فعالیت کرده، هم مدیریت استانی خیلی خوب تلاش کرده و هم همه نیروهایی که بسیج شدن برای اینکه در برابر این ویروس مقابله بکنن و مخصوصا خود مردم مراعات کردند و خب این مراعات بسیار مؤثر بوده که امروز جز ما در استان خوزستان و یه مقدارم نگرانی در استان چهارمحال بختیاری، بقیه استانها به حمد الله شرایطشون نسبتا خوب بوده. ما الان همه این برنامه ها رو که داریم میبینیم تو این گزارش همه استان ها، تقریبا این خطی که خط فوت هست یه خط صاف، خط پلاتوه، حتی خط ابتلا مثبت هم خیلی جا، اکثر جاها باز به صورت خط مستقیم هست. خب این علامت بسیار خوبی است و نشان تلاش همه دست اندرکارانه. اما در این حال ما الان با 2 ویژگی مواجهیم، یکی اسفند پر جنب و جوش مخصوصا تو این 10-15 روز آخر. معمولا اسفند جنب و جوش خاص خودش رو داره دیگه، معروف به شب عید، به هر حال خرید مردم، تردد مردم همیشه بیشتر میشه، فعالیت هایی که تو خونه انجام میدن برای نظافت خونه، خیلی کارهای دیگری که مرسومه، نمیدونم گل میرن میخرن، نمیدونم گلدون میرن میگن، ماهی میگن، چه میدونم، همه چیزایی که جزو رسومات مردم هست باعث میشه که مردم تردد بیشتری داشته باشن تو خیابون، بازار. خب این یک علامت هشدار دهنده است برای ما، یعنی اسفند مخصوصا هفته های آخرش با ماه های دیگر کاملا متفاوته. از طرفی بعد میرسیم به فروردین، 2 مرتبه فروردین هم باز ماه خاصیه، مخصوصا 2 هفته اول، یعنی 2 هفته آخر اسفند این طرف، 2 هفته اول فروردین اون طرف، 1 ماهی که شرایط رو کاملا متفاوت میکنه. در اون 15 روز فروردین هم تردد زیاد میشه، هم رفت و آمدهای خانوادگی زیاد میشه، هم دور همی ها زیاد میشه، هم سفر، همه اینها با هم هست. یعنی اینکه ما از مردم خواهش میکنیم در ایام عید امسال سفر رو صرف نظر بکنن، البته ما میدونیم برای مردم کمی سخت سال 98
نتونستن مسافرت برن. 25 استان ما همزمان سیل بود سال 99 که پارسال بود، نتونستن، شرایط کرونا بود. امسال هم که حالا سال 1400 شروع میشه بازم این مشکل هست، اما در این حال مردم بدونن این خواهش و این نکته‌ای که مطرح میشه فقط برای سلامت اونهاست و هیچ چی دیگه نیست. یعنی ما میدونیم برای مردم هم ممکنه سخت باشه، برای کسبه هم ممکنه سخت باشه، اما نرفتن سفر حتما بهتر از رفتن سفر هست. و حالا اگر کسانی به هر دلیلی میخوان مسافرت برن و اصرار دارن یا اصرار دارن یا ضرورتی براشون هست، حتما پروتکل ها رو بیش از همیشه باید واقعا سفر رفتن و شل شدن پروتکل ها، این یعنی واقعا خطر، یعنی ما واقعا مواجه میشیم با موج چهارم، دیگه تردید نیست ما وارد یه موج چهارم میشیم. و خب موج چهارم خیلی مشکلات برای ما ایجاد میکنه، برای زندگی مردم، اقتصاد کشور، فرهنگ کشور، زندگی اجتماعی، از همه مهمتر سلامت مردم به هر حال بسیار حائز اهمیت. ما خواهش میکنیم، ما نمیتونیم از مردم بگیم که آقا شب عید نرید، خرید نکنید، ولی خواهش ما اینه که در ترددهایی که در شب عید برای خرید انجام میشه تراکم مراعات بکنن، فاصله ها رو مراعات بکنن، پروتکل ها رو مراعات بکنن. حالا ممکنه یه جایی یه درصدی هم جنس فرض کنید 5% هم ارزون تر باشه، ولی نمیارزه، با ریسک سلامت نمیارزه. ما واقعا باید جایی بریم که یه مقداری خلوت تره. خرید اینترنتی هم تا جایی که امکان پذیره از طریق اینترنت باید مردم خرید انجام بدن، برای اینکه خب شرایط ما یه شرایط خاصی امسال هست. از طرف دیگر ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی این ممنوعه، یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه برای شهرهای قرمز، برای شهرهای نارنجی، هر کجا در سراسر کشور که اعلام میکنه وزارت بهداشت درمان که میگه نارنجیه یا قرمز هست سفر ممنوعه و نیروی انتظامی همه نیروهام به قانون و مقرراتی که وضع شده خب حتما عمل میکنن و خواهش میکنن مردم توجه بکنن. البته ما میدونیم که یک بار روانی خاصی برای مردم هست، این یک سال دو سال یا حالا بیش از یک سال، حالا قبلش هم که شرایطی که بود، خانه نشینی ها، خستگی ها، آثار روانی، اینا همش هست و برای بسیاری از کسب و کارهایی که خب الان یک سال این کسب و کارها تقریبا به طور کامل تعطیل شده، خب فشارهای زیادی هست. اما در این حال اگر میخواد سفری انجام بگیره حتما در قرمز و نارنجی نباید انجام بگیره و بقیه جاهام با مراعات 100% پروتکل، ولا ما سلامت جامعه و خودمون رو به خطر انداختیم. البته یه نکته مهم اینجا وجود داره که در جلسه هم مطرح شد و اون این که به هر حال ما یه سیستم سلامتی داریم، نظام سلامتی در کشور داریم. این نظام سلامت تاباوریش تا یه حدی هست، یعنی به هر حال یک شهری 10 تا بیمارستان داره، مثلا 5000 تا تخت داره، 3000 تا تخت داره، حالا هر چی که هست به هر حال از لحاظ تخت ما یه محدودیت داریم، ما نامحدود که نیست تخت ما، تخت آی سی یو باز محدودیت های بیشتری داره. نیروی انسانی که میخواد مراقبت ها رو انجام بده، پرستاری رو انجام بده، کار پزشکی رو انجام بده یا کار تست، هر چی که هست، تمام کارهایی که لازمه باید انجام بدن، این نیروی ماهر هم به هر حال یه توانی داره دیگه، به هر حال یه شیفت میتونه کار بکنه، یه روز میتونه کار بکنه. نمیشه که ما بگیم این نیرو دو شیفت در روز کار کنه بدون مرخصی، واقعا شدنی نیست. یعنی توان نظام سلامت ما هم محدوده، این توان رو باید ما مد نظر قرار بدیم در تمام تصمیم گیری ها. من خواهش میکنم خود مردم هم این مسئله مهم رو مد نظر قرار بدن.
یه وقتی است تو 100,000 نفر جمعیت یک نفر مثبت میشه و لازمه بستری بشه، دو نفر میشه، خب حالا میگیم مثلا یک نفر و دو نفر قابل تحمله، تو میلیون جمعیت، 1,000,000 جمعیت شهر میشه مثلا 10 نفر، میشه مثلا 20 نفر. حالا این 10 نفر البته باید در نظر بگیریم، 10 نفر وقتی میاد بیمارستان بستری میشه یه روز که نیست، معمولا 7 روز، 8 روز، 10 روز، 14 روز، گاهی بیشتر، اینه باید ضرب کنیم درش. یعنی وقتی ما 10 نفر رو در نظر بگیریم باید 140 نفر تخت رو در نظر بگیریم، 20 نفر در نظر میگیریم، دو برابرش باید در. خب حالا 10 نفر 20 نفر در میلیون، خب در حد توانه، در توان نظام سلام است. اما اگه این رفت بالا 20 تا شد 40 تا، 40 تا یعنی 10 روزم تو بیمارستان باشن چقدر میشه؟ به هر حال 400 نفر میشه 14 روز در بیمارستان باشن، بالای 500 نفر میشه، یعنی 500 تا تخت ما اشغال میشه. خب یعنی چقدر مگه تحمل هست و تاب هست؟ بنابراین کاملا ما باید این سیستم مراعات بکنیم که نهایت این حرکت و تردد و ابتلا خدای ناکرده و ابتلای شدید منجر میشه به هر حال به مراجعه به پزشک، به بستری شدن، به تست، به بستری شدن، خدای ناکرده به ICU و مسائلی که داره. به هر حال یک توانی کشور داره، وزارت بهداشت دروان ما وقتی اعلام میکنه میگه از حد توان ما داره خارج میشه، همه مردم باید مراعات بکنن و یکی از مراعات هام در شب عیده که ما این مراعات رو باید انجام بدیم. خب مشکل ما اینه که الان با یک ویروس جهش یافته مواجه شدیم. البته درسته مردم تو ذهنشون هست که واکسن رسیده، تزریق واکسن آغاز شده، بنابراین مشکلات کم میشه، اما واکسیناسیون مردم باید بدونن تولید واکسن در دنیا یک محدودیتی داره، یعنی به اندازه جمعیت دنیا امکان تولید واکسن وجود نداره، نمیشه به اندازه جمعیت واکسن تولید بشه، واکسن محدود تولید بشه. حالا بگذریم از این که عدالتی هم در جهان نیست، پولدارا از قبل رزرو کردن، اونا میخرن، کشورهایی که مشکلات مالی دارن اونا عقب میفتن. حالا از این بحثم که ما بگذریم، تولید یه محدودیت داره، تولید واکسن، تزریق واکسن هم محدودیت داره. حالا فرض کنید الان واکسن آماده است توی کشور، مگه میشه در یه آن تزریق انجام داد؟ بعد در یه روز تعداد تزریق که میشه انجام داد اونم محدوده. این که این واکسنی که تزریق شده چه مدت مؤثر هست و ایمنی میاره، اینم با 100% روشن نیست. حالا دائمی که نیست ایمنیش، حالا 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، هر چی که هست، به هر حال اینم محدودیت دیگر هست. حالا تو دنیا یه واکسن حراسی هم راه افتاده، وجود داره، به هر گروهی به یه نوع واکسن حمله میکنن، یه عده میگن این یکی خطرناکه، اونا میگن اون یکی خطرناکه، یه عده میگن همهشون خطرناکه، یعنی واکسن حراسی هم الان ایجاد شده. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم چون واکسن به بازار آمده ما از این موزل عبور کردیم. حتی واکسن هم بیاد، تزریق واکسن هم شروع بشه، هم زمان میبره، هم باز ما باید مراعات ها و پروتکل ها رو ادامه بدیم. یعنی اون سبک زندگی که ما تو این یک سال به تدریج، البته حالا اولش که این سبک زندگی رو مردم سختشون بود بپذیرن، به تدریج حالا که پذیرفتن این سبک زندگی رو، یعنی ترددهای خانواده کم بشه، یعنی دور همیا کم بشه یا قطع بشه، از ماسک مرتب استفاده بشه، شستن دست استفاده بشه، سفرها مراعات بشه، یک کسی اگر مبتلا هست همه اونایی که با او در تماس بودن فوری احساس خطر بکنن و برن تست بدن، این سبک زندگی است. الان این سبک زندگی باید نگهش داریم، این سبک زندگی رو برای یک سال دیگه باید نگه داریم. ما البته نمیدونیم، ممکنه بیشتر هم بشه، ولی لااقل برنامه ریزی کنیم برای مدت یک سال این سبک زندگی رو ادامه بدیم،
به دلیل اینکه اگر این ویروس جهش پیدا نمی کرد یه خورده آدم خیالش راحت بود، میگه والا همین ویروس ها به هر حال ممکنه تمام هم بشه یه روزی، ولی رفت در جهش یافتگی و الان انواع متعددی. یه روز میگفتن ویروس ووهان، بعد گفتن ویروس انگلیسی، بعد گفتن نه اون بدتر ویروس آفریقای جنوبی، بعد گفتن نه از اونم بدتر ویروس برزیلی. یعنی هر روز یک نوع ویروسی با جهش‌های خاصی در دنیا داره شایع میشه و اینم کم کم داره سرایت میکنه و متاسفانه مشکلات زیادی رو برای ما به وجود میاره. من خواهش میکنم که در این ایام عید که حتما مردم زیادی هستند که مراعات میکنن به خاطر اصرار نظام پزشکی ما، وزیر بهداشت ما بارها تاکید کرده که در عید امسال سفر رو کنار بگذاریم، عده زیادی هستن مراعات میکنن نمیرن، حتی جایی که وضعیت هم قرمز و نارنجی نیست، زرد و آبیه. خب ما باید به فکر اونا باشیم، مخصوصا فضای مجازی و صدا و سیما، برای اوقات فراغتشون، برای برنامه سازی ها، یه جوری که مردم به هر حال بتونن یک نفس راحتی بکشن در این ایامی که به طور معمول دیگه حالا دبستان و دبیرستان و دانشگاه اینا که همش تعطیل بود، هیچی، این سال تقریبا همش تعطیل بود، کسب و کار هم که بخشش تعطیل بود، حالا ایام عید که به طور طریق اولا همش تعطیله. به هر حال ایامی است که ما باید بتونیم رو اوقات فراغت مردم کار بکنیم. ان شاء الله صدا و سیمای ما در این زمینه برنامه‌ریزی میکنه، تلاش میکنه، فضای مجازی، همه اونایی که دستن در کار فضای مجازی هستن اونها هم تلاش بکنن که انشالله ما بتونیم امسال به گونه ای پایان سالمون تمام بشه و آغاز سالمون، عید نوروز ما، به گونه ای شروع بشه که انشالله توأم نباشه با سختی های ویروس و مشکلات و خدای ناکرده بستری شدن در بیمارستان و یا مرگ و میر. و این هم دست خود ما هست، انشالله همه ما اصول بهداشتی رو دقیق‌تر و بیشتر از گذشته و استانهایی که مقصد هستند، بعضی از استانها هستند مقصد سفرن، حالا مشهد الرضا از اونهاست، شمال از اونهاست، جنوب از اوناست، شهرهای بزرگی مثل اصفهان، شیراز، همین جاهایی که به هر حال بیشتر مقصد مسافرت هست، من خواهش میکنم که در مقصد ما باید یک بسیج عمومی انجام بدیم و مراقبت بکنیم برای اینکه فاصله ها مراعات بشه، پروتکل ها مراعات بشه، حالا لب آب، لب دریا هست، مناظر هست، جاهای دیدنی هست. من خواهش میکنم اونهایی که اهداف مسافرت در ایام نوروز هستن اونا یک بسیج فوق العاده ای در اونجا انجام بگیره، استاندار محترم، تیم پزشکی که در اون استان فعال هستند، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، هلال احمر و بقیه عزیزانی که تو این زمینه همکاری کردن از آغاز تا کنون، باز هم مراقبت بیشتر بکنن تا انشالله عید خوب و نوروز خوبی داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.